به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین شاگرده عزیز و گرامی سلام خوب هستین به خیر هستین جور و سعدمند باشین شاگرده عزیز و گرامی به مضمون ریاضی سنف نهم بسیار زیاد خوش آمدید خب شاگرده عزیز و گرامی ریاضی سنف نهم فصل چندم فصل ششم نامساوات و درس ششم ما و شما امروز است اما عنوانی که ما و شما امروز باید بخوانیم با هم دیگه چی است نامساوات کسری اگر یادتان باشه درس گذشته ما ت... چی تحلیل تعیین اشاره افاده های کسری را خواندیم درس گذشته و دیدیم که یک افاده کسری اگر ما و شما به تمام میتونیم رو چی کنیم تعیین اشاره کنیم خب حال این تعیین اشاره چی به درد میخوره ما میتونیم نامساوات کسری را با تعیین اشاره حل کنیم پس اگر یک نامساوات کسری به ما و شما بده راه حل شفت فقط تعیین اشاره ما با تعیین اشاره کنیم و او را چی با توجه به او جدول آخر که میکشیدیم نظر به او جدول جواب دریافت کنیم صاحب جواب باید چی دریافت کنه سیست پس ما تعیین اشاره را با این خاطر که ما بتونیم نامساوات کسری را حل کنیم خب شاگردای عزیز و گرامی قبلی که بریم سر تخته و درس شروع کنیم کارخانگی درس گذشته را باید به با ما روان کردید از طریق چی از طریق واتس اپ نمبرش هم 20964 780, 255, اگر کدام سوال کدام مشکل یا پیشنهاد انتقاد دارید میتونید با ما در ارتباط شوید و از ما پرسان کنید از طریق همین نمبر که به شما خواندم خب شاگرد عزیز و گرامی پس بریم سر تخته و درس شروع کنیم عزیزان با ما همراه باشید شاگرده عزیز و گرامی نامساوات کسری درس امروز ما و شماست پس نوشتن میکنم نامساوات کسری خب شاگرده عزیز و گرامی نامساوات کسری چی است نامساوات تا نص دیگه نه گفتیم اگر در یک م... چی مساوات در یک معادله یک تا از او چهار تا علامه دیگه بزرگتر بزرگتر یا مساوی کوچکتر کوچکتر یا مساوی قرار بگیره او تبدیل به چی میشه تبدیل به نامساوات میشه و نامساوات درجه اول خواندیم بینوم درجه اول درست است نامساوات درجه اول خواندیم و میتونیم کار کنیم بعد تعیین اشاره هم خواندیم تعیین اشاره بینوم درجه اول خواندیم و بعد از او چی کردیم تعیین اشاره افاده های کسری را خاندیم. حالا میخوایم نامساوات کسری رو بخوانیم اگر یک نامساوات داشته باشیم یعنی چی یک تا از علامه های چی باشد بزرگتر بزرگتر یا مساوی کوچکتر کوچکتر یا مساوی باشد و دو طرفش دو افاده باشد که یا چی از کسری هستن افاده های ما و شما درست است با این میگیم نامساوات کسری خب حالا میگیم که نامساوات کسری را چه رقم حل کنیم برای حل نامساوات کسری ما باید اول بیایم چی کنیم من مرحالش بد نوشته میکنم برای حل نامساوات کسری اول همه حدها در یک طرف انتقال میدیم صحیح بعد چی میکنیم تبدیل به یک کسر میکنیم گاره خب یعنی تبدیل به کسری که بزرگتر از صفر یا کوچکتر از صفر با یک با یک, یک از ها او دو بر چی باشد فقط صفر باشد و بعد میم افاده کسری را تعیین اشاره میکنیم تعیین اشاره خود یاد دارین درس در گذشته است بعد با توجه به اون جدولی که تعیین اشاره میکنیم و در آخر جواب میکشیم صحیح پس من مرحله مرحله نوشته میکنم پس نامساعد کسری میگم که مرحله اول چی است همه حدها را یا جملات را به یک طرف انتقال میدهیم به یک طرف انتقال میدهیم و اختصار میکنیم صحیح؟ پس مرحله اول چی است همه حدها را اگر ما دو طرف حد داشته باشیم همه را یک طرف میبریم و اختصار میکنیم منظور وقت اختصار میکنیم باید دقت کنید شاگرد عزیز باید اگر مخرج ما نود بود باید مخرج مشترک بگیریم و چی تبدیل به یک کسر شود صحیح مرحله دوم کسر حاصل را چیکار میکنیم تعیین اشاره میکنیم صحیح پس کسر حاصل را تعیین اشاره می کنیم و مرحله سوم با توجه به نامساوات اصلی صاحه جواب را دریافت میکنیم. کنیم صاحه جواب را دریافت میکنیم. خب پس این سه مرحله باید ما شما انجام بدیم مرحله اول چی است همه اهدا را به یک طرف انتقال میدهیم مرحله دوم چی است کسر حاصل را هم کسری که دریافت کردیم اختصار کردیم امو را باید تعیین اشاره کنیم و بعد با توجه به چی به نامساوات اصلی نامساوات اصلی چی است ده سوال که کار کرد میفهمیم درست است خب چاره دارید دقت کنید با عنوان مثال ما هم شما سوال به داده گفته که نامساوات به شکل داده نامساوات کسری داده گفته دو x جمع 4 تقسیم بر چی 3 منفی x کوچکتر یا مساوی با صفر به داده باید کوچکتر فقط باشه یا بگیم بزرگتر بزرگتر یا مساوی با صفر بزرگتر یا مساوی با صفر باشه خب این سوال با ما شما داده گفته این نامساوات نام کسری سه گفته رو کار کن خب مرحله اول همه حدا رو به یک طرف خب خوبه خوشبختانه مرحله اول خودش کار کرده یعنی دو بر حد نداریم فقط صفر داریم اگر دو دا عدد دو بر یک حد داشتیم عدد داشتیم یک داشتیم دو داشتیم کسر بود در چی بود با دای بر انتقال بدیم ده یک طرف سه پس مرحله اول خودش خوشبختانه با ما و شما کار کرده یعنی مرحله اول نداریم خب مرحله دوم کسر حاصل رو تعیین اشاره می کنیم همین کسر رو با تعیین اشاره کنیم فیس به این هیچ کار نداریم اینی کس رو تعیین اشاره میکنیم تعیین اشاره درس گذشته ما و شما بود چیکار میکردیم صورت جدا مساوی با صفر میماند مخرج جدا مساوی با صفر میماند پس ما صورت جدا مساوی با صفر میمانم پس صورت ما و شما چی است 2x جمع 4 مساوی است با صفر رو کار کنید یک چی است معادله درجه اول است که آسان رو که انتقال بدین پس میشه 2x مساوی است با منفی 4 اطراف تقسیم بر چند تقسیم بر ضریب x ضریب x ما شما دو است در اینجا هم دو دو با دو خلاص پس x مساوی است چهار تقسیم بر دو میشه دو صحیح و مثبت در منفی میشه منفی دو پس ی عدد در دارش خط میکشم خب حال مخرج مساوی با صفر میمونم کار میکنم مخرج مساوی با صفر با پس میشه 3 منفی x مساوی است با صفر این کار کنید خب باید چی کنیم سر در انتقال بدیم سه علامه چی است علامه سه مثبت دقت کنید چه عزیز یعنی منفی از x است از سه نیست سه علامه در پوش سرش است سه مثبت در انتقال بدیم میشه منفی پس میشه منفی x مساوی است با منفی سه یعنی منفی از x است میمونه خب در پوش عدد x چند است عدد یک است دیگه یک نوشته نمیشه پس ما اطراف باید تقسیم بر منفی یک بسازیم تقسیم بر منفی 1 یعنی منفی که تو با منفی خلاص پس x مساوی است با 3 تقسیم بر سه می سه در 3 میشه 3 مثبت در منفی چی میشه میشه منفی در منفی میشه مثبت پس یک تا 3 مثبت در گرفتیم یک تا 2 منفی در گرفتیم درست است خب بعد چه کار میکنیم حالا گفته چی تعیین اشاره باید بکنیم پس حاصل تعیین اشاره میکنیم پس ما صورت جدا ما مسا... مسا... با صفر موندیم مخرج هم جدا ما فضای با صفر موندیم حل کردیم حالا تعیین اشاره جدولش یاد تا نصف جدولش به اشک میکشید صحیح ده x در اینجا صورت صورت ما و شما چی هست دو ایکس جمع چار در یک خط دیگهر میکشیدیم باز مخرج مخرج هست سه منفی ایکس یک ای خط دیگه و در آخرم خود کسر خود کسر چی هاست خود کسر ما و شما هست دو ایکس جمع چار تقسیم بر سه منفی ایکس خب شاگرد عزیز نگرام عددا که دریافت در کردیم گفتیم منفی دو و مثبت سه از کوچک به بزرگ دقت کن از کوچک به بزرگ سه بزرگ سه مثبت دو منفی دو منفی کوچکتر است پس اول منفی دو سیس اول منفی دو و بعدش هم مثبت سه یا زیرش خط میکشید به شکل خب دقت کن عالی صورت ما شما با 2x جمع است صورت 2x جمع 4 2x مثلا ما چند منفی 2 پس این منفی 2 از صورت است پس صفر میسازه. و دیگه به این مخرج یا کار نداریم فقط داریم صورت تعیین اشاره میکنیم سمت راست در این منفی دو چی میشد موافق علامه ضریب x ضریب x ما و شما چی است دوی مثبت است پس موافق مثبت میشه مثبت ای هم میشه مثبت و این هم میشه مثبت و سمت چپ چی بود مخالف علامه ضریب x یعنی بر چی میشه منفی میشه چون x شما ضریبش دو مثبت است خب اما مخرج تعیین اشاره میکنیم سه منفی ایکس. سه منفی چی است مساوی با صفر جوابش مثبت سه شد پس انی 3 جذر یا جواب مخرج است پس پیش از یک تا صفر میمانم صحیح خب شاگرد عزیز باز به صورتش کار ندارم فقط مخرج تعیین اشاره میکنیم. کنم از سه سمت راست چی بود موافق علامه ضریب x در اینجا x این سر کار نداریم x کار داره ما x علامه ضریب چند است یک یعنی منفی از x است منفی یک است نگاه کنید منفی از x است سیست پس منفی یک است ضرب ایکس منفی است موافق چه میشه منفی پس سمت راست میشه منفی و سمت چپ چی میشه مخالف منفی چی میشه مثبت میشه درست است پس به این ضریب ایکس کار داریم بعد عدد اول کار نداره ما به ایکس ایکس هر جای بود هر جایی که ایکس بود زریبیش عدد پشت سرش یعنی سه ضریب نیست یعنی از ضرب ایکس یک است نگاه کنید ضرب ایکس یک است سه منفی یک ایکس است سه است؟ پس تا فکر دان باشه بس تعیین اشاره کردیم و خود کسر چرا تعیین اشاره میکنیم یاد تا نفس درس گذشته اینا رو ضرب میکردیم منفی در مثبت منفی مثبت در مثبت 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 در منفی منفی سیست پس تا اینجا فهم میدیم تا اشاره کردیم خب حالا مرحله سوم با توجه به نامساوات اصلی ساحه جواب رو دریافت میکنیم دقت کنید شاگرد عزیز نامساوات اصلی چی است نامساوات اصلی امو است که با, با دیگران دور خط بکشیم که بفهمیم نامساوات اصلی نامساواتی است که ما گفتیم همه را یک طرف انتقال میدیم اختصار میکنیم دای دای مثال دیدیم که همه یک طرف بود دیگه خودش نه وقتی اختصار کردیم و،, و یعنی اگر ما یک طرف انتقال اختصار کنیم همین نامساوات دورش خط میکشم ما همین نامساوی تسلیم میشه وقتی همه یک طرف انتقال دادیم اختصار کردیم همون جواب که یک طرفش صفر است همون میشه نامساوی اصلی پس اول سوال ما و شما نامساوی اصلی خودش داده بود اما با سوال دیگه کار میکنیم نامساوی نداده باشه ما با اختصار کنیم بعد اون اختصار کردیم دو روز خط میکشیم چرا چون نظر با جواب بکشیم خب این نامساوی اصلی چی گفته علامش نگاه کن گفته چی گفته بزرگتر یا مساوی با صفر پس این علامت چی میشه بزرگتر یا مساوی با صفر شاگرد عزیز بزرگتر از صفر منفی میشه یا مثبت میشه شما میرو بگین آفرین چی مثبت میشه کوچکتر از صفر اگر باشه منفی میشه صحیح پس چون چی است ای یعنی علامه بزرگتر یا مساوی با صفر است یعنی سمبل بزرگتر یا مساوی با صفر است پس ما فقط در یار در آخر کار می یار کار نداره. فقط خود کسر کار داریم صحیح در دا تعیین اشاره کسر نگاه می به صورت مخرج که جواب وی دریافت کردیم حالا امی... در خانه آخر نگاه میکنیم جایی که مثبت باشد صاحب جواب ما و شما میشه چون گفته بزرگتر یا مساوی با صفر اگر میگفت کوچکتر از صفر جایی که منفی شده بود شد صاحب جواب ما و شما پس در اینجا میشه چی جواب یک تا جیم نشسته میکنه میشه جیم جواب سیفت پس میشه چی جواب ما و شما صاحب جواب پس چی از حال چه رقم نوشته کنیم صاحب جواب صاحب جواب ما و شما ورکه نوشته کنیم جوابش در انتروال نوشته میکنیم انتروالم دهی بالا نگاه میکنیم دقت کنه شاگرد عزیز دهی ای پایین ما صاحب جواب دریافت میکنیم میگیم اینی مثبت جواب است چرا چون بزرگتر از صفر گفته اگر کوچکتر از صفر میگفت یعنی هر دو منفی جواب ما و شما میشد خب حالی که جواب فامیدیم یعنی مثبت جواب است راه جواب نوشته کنیم پس جواب ما و شما چی میشه جواب نامساوات باید از ای بالا از ای بالا نوشته کنیم از منفی دو تا مثبت سه بین منفی دو تا مثبت سه پس میشه چی بین منفی دو تا مثبت سه منفی دو تا مثبت سه انتروال یا خواندین دیگه پس به شکل انتروات چرا ما چی بسته گرفتیم چون مساوی دارد خود نامساوات اگر نامساوات مساوی نمی داشت ما هر را باز می گرفتیم است؟ و یک نکته آخر خیلی مهم شاگرد عزیز وقتی مساوی دارد ما باید بسته بگیریم یعنی خود منفی و خود مثبت هم شامل است اما اگر مساوی نداشته باشد او با شامل نیست ولی یک نکته بسیار مهم شاگرد عزیز انی سر که ما شما در رفت کردیم در چی هست؟ جذر مخرج است مخرج مسئله ما صفر مادیم سه شد و این یک نکته قبلا گفته بودیم ده چی میشه؟ ده گفتیم با چی نوشته کنیم؟ تنون یعنی تعریف نشده پس ما سر قبول نمی کنیم پس مجبور هستیم سر در اینجا چی کنیم چی بانیم انتروال باز بانیم با ای که گفته خود سر قبول است ولی چون سه مخرج هست سر می ما چی میکنیم سر باز میمانیم نکته شمیسته یادتون نروید رو باید نوشته کنی ای اگر در جواب آمد این نوشته نمی صحیح است؟ پس شد از منفی دوی بسته تا سه باز پس ساحه جواب ما و شما در این ای نام سواد چی میشه؟ از منفی دو تا مثبت سه که منفی دو خود شامل است اما سه خود شامل نیست یک تعداد با بین منفی دو تا سه چی عدد داریم؟ سفر سفر بان بین با درست میشه صفر در صفر. میشه به یک سفر بان دو در چند نشه سفر سفر جمع 4 میشه به اینجا سفر بان سه منفی صفر میشه سه چهار بر سه بزرگتر از صفر میشه یک عدد مثبت است بزرگتر از صفر است است؟ یک عدد از سه به با بعد بان مثلا 5 بانیم سهیست 5 بانیم دو پنجه ده ده جمع 4. چهارده در صورت شد سه منفی 5 میشه منفی دو چه علامه عدد بزرگتر است دیگه پس میشه چند اگر من پنج وعف کنم نگاه کنید مگر یک وعف کنم 5 چی میشه شاگرد عزیز؟ میشه دوی زب در پنج جمع چهار در صورت در مخرج هم میشه؟ سه منفی پنج پس صورت ما و شما میشه دو پنج ده با چهار میشه چهارده در مخرج سه منفی پنج میشه منفی دو چهارده تقسیم بر دو میشه هفت مثبت در منفی منفی شد منفی 7 منفی هفت آیا بزرگتر از صفر است؟ میگیم نخیر پس یا جواب از این سه به بعد جواب ما و شما نیست از منفی دو به قبل جواب ما و شما نیست فقط فای جواب ما و شما از منفی دو تا سه است هر عددی که از منفی دو تا سه ما وضع کنم دهی ای نامساوات ده ای کسری چی میشه بزرگتر از یا مساوی صفر میشه سیست پس این ما و شما تانیستم چی کنیم؟ کار کنیم یک نامساوات کسری با ما و شما داده اینی مراحل باید انجام بتیم خب شاگرد عزیز من تختار پاک می‌کنم؟ یک تا سوال دیگه هم کار می‌کنیم. پس با ما همراه باشید خب شاگرد عزیز یک تا مثال دیگه هم کار میکنیم که دقیق درس امروز شما بفهمید درست است پس سوال با ما شما به شکل داده یک تا نامساعد کسی داده گفته رو کار کنید پس مثال با ما شما به شکل سوال داده دقت کنید شاگرد عزیز داده دو ایکس بر بانان مثال x منفی سه. سه است؟ کوچکتر یا کوچکتر از مفایم نداره کوچکتر از یک ما هم به داده گفته این نامساعد کار کن خب مرحله اول چی بود گفتیم همه حدهار رو در یک طرف انتقال میدیم پس این یک ما باید دایی بیارم پس ما اگه یک دایی انتقال بدم به میشه اینجا نوشته میکنم پس میشه باید با دیگر رنگ حل کنیم میره پس میگیم دو ایکس بر ایکس منفی سه یک مثبت دایی انتقال داده شد میشه منفی یک منفی یک کوچکتر از دو بر چی میمونه؟ عدد نمیمونه صفر نمیشنه میکنیم کوچکتر از صفر آلیا را باید اختصار کنیم این اختصار کنیم باید چکار کنیم باید یعنی یک مخرج یک شما چند است یک است خب باید مخرج مشترک بگیریم خب مخرج ها چی هست؟ مخرج یک و مخرج است مخرج ریاکتیو مخرج x منفی 3 است چه رقم مخرج مشترک میگیریم یاد تا نست؟ ما وقتی میگیم که بونان مثال دو بر سه م... منفی یک چی هست؟ مخرج یک میمونیم یک مخرج مشترک بگیریم این زب در سه میسازیم صورتم زب در سه که مخرج ها مساوی شود است خب ما الیم یک در مخرج میذارم در x منفی 3 پس ما یک در چی میکنم زب در x منفی میسازم برم در x منفی 3 میسازم صحیح است که تا مخرج شود خب شاگرد عزیز پس این ضرب بسازیم چی میشه؟ یعنی دو x بر x منفی سه خودش خب این را ضرب بسازیم چی میشه؟ یک ضرب داریم منفی بینش یک ضرب داریم بسازیم میشه x منفی سه اما یک, یک در x منفی 3 میشه x منفی 3 x منفی دقت کنید منفی دای دا پشت مانده این ای پشت مانده خب کوچکتر از صفر یک نکته مهم که اکثر شاگردان ما غلط میکنه امیسته یعنی منفی رو فقط به x میتن نه خیلی. این منفی است از چی هست؟ از صورت است از کلش از است و خاطر پس ما باید داخل قوسی رو بانم صحیح است این منفی رو در صورت میتیم پس هم از است هم از منفی سی است پس ای به شک میشه اگر اگر چی کنیم اینو من با دیگر رنگ اینو اختصار میکنم پس این منفی هم از است هم از ایست. پس میشه چی منفی 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 پس میشه منفی ایکس و مثبت سی صحیح است چون منفی هم از است هم از منفی از است پس میشه منفی ایکس مثبت سه. حالا چی میکنیم شاگرد عزیز اینو اختصار میکنیم پس به ای شکل شد در مخرج شد x منفی سه. در اینجا هم هست 2x و دیگه چی شد با دیگه کلش نوشته کنم مخرج مشترک که مخرج نوشته کردم از این 2x از هم منفی x مثبت 3 منفی x مثبت 3 شد سیست پس کوچکتر است صفر خب حالی را اختصار کنیم 2x مثبت با 1x منفی میشه چی 1x مثبت پس x جمع میشه پس نامساوات ما شما در اینجا تبدیل میشه ما جای در اینجا میارم تبدیلش میکنیم پس مشه. دو اکس اکس میشه 2x منفی x میشه x پس x جمع سه بر x منفی x منفی کوچکتر از صفر پس نامساوات اصلی ما و شما به این شکل است سایس پس دقت کن شاگرد عزیز اگر این بر ما شما یک تا عدد باشیم یک تا افاده داشتیم باید دایی بر انتقال بدیم و باید بینش با مخرج مشترک بگیریم که تبدیل به یک کسر کوچکتر از صفر یا بزرگتر از صفر شود پس این نامساوات اصلی ما شما شد پس ما دور از زیر خط میکشیم شاگرد در ورد اصلی ما و شماست یعنی ما صاحب جواب میخوایم دریافت کنیم نظر به این دریافت میکنیم درست است خب تا اینجا خوب فهمیدیم حالا چیکار میکنیم دیگه آسان است گفتیم که باید یه فاده کسری را تعیین اشاره کنیم صورت جدا مسایب با صرف میمانیم، مخرج جدا مسایب با صرف میمانیم. پس صورت ما جدا مساوی با صرف اگر با نو میشه ایکس جمع سه مساوی با صفر رو کار کنید x مساوی میشه سه مثبت دو انتقال داده شده میشه منفی سه پس یک تا جواب و مخرج مساوی با صفر x منفی سه جدا مساوی با صفر میمانم x دو انتقال بدین میشه مثبت سه دو تا جواب یک تا منفی سه یک تا مثبت سه بعد چی میکردیم چقدر عزیز چارت میکشیدیم درست است بون چارت شه بکمی اوبرتر بکشیم چارت میکشیدیم ده اینجا x ده اینجا صورت مخرج و خود کسر خب صورت ما و شما چی است ایکس ما ای رو با تعین اشاره کنیم دیر کار نداریم دیگه نام اصلی گفتیم یار اختصار میکنیم به ای رسیدیم ای رو با تا اشاره کنیم پس صورتش هست ایکس جمع سه. مخرجش هست ایکس منفی سه درست است خب کسر ما و شما چی است کسر ما و شما هم هست ایکس جمع در صورت و در مخرجم ایکس منفی خب که کردیم اینجا که کردیم از که در افکادیم در نوشتم نوشته میکنه از در افکادیم از کوچک به بزرگ منفی سر اول می میکنه مثبت سر دوم درست است پس منفی سه اول و مثبت سه دوم خب زیر از یا خط میکشیدیم به شکل خب شاگرده عزیز دقت کنید صورت مساوی با صرف ماندم ایکس جمع سر مساوی با صرف ماندم چند درام شد منفی سه پس پیش از این روی منفی سه یک تا چیز صفر نوشته میکنیم و این تعین شرح میکنیم تا این علامه میکنیم از منفی سه به بعد چی میشه موافق علامه ضریب x x ما و شما در اینجا چی است یک مثبت است پس موافقش میشه مثبت مثبت در اینجا چی میشه منفی سمت چپش میشه منفی مخالف خب x منفی سه مخرج رو بخوایم تعیین اشاره کنیم مخرج ما و شما x منفی سه است x منفی سه مساوی با صفر مانیم سه مثبت دریافت شده پس سه مثبت از مخرج است پس این را صفر میوانیم حالا نظر به این صفحه ماندیم سمت راستش موافق سمت چپش مخالف موافق چی علامه ضریب X زریب ایکس, ایکس دیگه هم یک مثبت است پس سمت راستش موافق میشه مثبت سمت چپش میشه مخالفش میشه منفی ممکنه سوال کن شاگرد عزیز چرا این دو تا مثبت ماندیم این دو تا منفی ماندیم گفتین نظر به اون عدد باید دریافت کنید دیگه دقت کنید X جمع x جمع 3 چی است صورت است و جواب است وقتی مساوی با سرمون جواب شکشید منفی 3 شد دیگه نه یعنی منفی 3 رو صفر میمونیم حالا نظر بایی سمت راستش موافق سمت چپش مخالف اما x منفی 3 مخرج مساوی با سرمون 3 دریافت شد 3 پیش از این صفر ماندیم نظر بایی حال سمت راست موافق سمت چپ مخالف پس پس نظر به خود عددش سمت راست و چپش چک میکنیم دیگه حالا چی میکنیم یا رو ضرب میکنیم منفی در منفی مثبت مثبت در منفی منفی و مثبت در مثبت مثبت سعیست پس چی شد بهش ما تعیین اشاره با... کس رو ما ما تا نیستیم یعنی کسر ما شما تعیین اشاره شد مثبت مثبت منفی خب حال دقت میکنیم صاحب جواب از کجا میکشیم گفتیم نظر به نامساوات اصلی نامساوات اصلی دورش خط کشیده نامساوات اصلی چی گفته گفته کوچکتر از صفر کوچکتر از صفر, کوچکتر از صفر. یعنی چی یعنی منفی اگر بزرگتر از صفر میگفت یعنی چی یعنی مثبت ما شما گفته کوچکتر از صفر پس کجا میشه فقط قسمت منفی صاحب جواب میشه پس در اینجا نشون میکنیم جیم اینی میشه سایست پس اینی میشه جواب ما و شما خب اگر من به شکل انتروال نوشته کنم دایی دست دا بالا باید نوشته کنم از منفی سه تا مثبت سه به شکل انتروال نوشته میکنم پس ساحه جواب ما و شما ساحه جواب ما و شما چی میشه از منفی سه تا مثبت سه دقت کنید انتروال است دیگه خب مساوی دارد یا ندارد میگیم مساوی ندارد در خود سوال مساوی نداشت دیگه فقط علامت چی بود بیشک بود دیگه نامفایی نداشت فقط کوچکتر بود در که کوچکتر شده مفایی ندارد پس خود منفی سه و مثبت سه شامل نیستند پس چی میگیریم انتروال باز برای ریاضی میگیریم درست است پس صاحب جواب ما و شما چی میشه از منفی سه تا مثبت سه که خود منفی سه و مثبت سه هم شامل نمیشه چون مساوی ندارد سوال ما و شما درست است خب شاگرد عزیز دقت کنید اگر با بالون مثال فرض میکنیم ما به میل تبدیل کنم من جوابش میخوام تبدیل کنم کمی فرق کنه اگر چی باشد این کوچکتر از صفر باشد بزرگتر از صفر چون ما وقتی که بین صاحب جواب بین شد کار کردیم حالا میخوایم اطراف شود، پس این شو بزرگتر از صفر من وقتی سوال تبدیل میکنم این از کوچکتر از صفر بزرگتر از میمون پس این اگه من بزرگتر از یک کنم دیگه همون است دیگه نه فقط علامه تبدیل میشه یعنی بزرگتر کوچکتر میشه پس این میشه و دیام چی میشه بزرگتر میشه پس اگر بزرگتر باشد چون میخوام سوال کمی فرق کنه با سوال قبل که کار کردیم پس بزرگتر صرف در اینجا سایه جواب چی میشه دیگه منفی نیست مثبت ها جواب میشه پس سایه جواب ما شما چون گفته بزرگتر صرف سوال پس در اینجا جواب میشه اینی هم جواب میشه اینی هم جواب میشه خب یار به شکل انتروال اگر نوشته کنیم میشه از منفی سه به قبل و از سه به بعد دقت کنید از منفی سه به قبل و از سه مثبت به بعد از منفی سه به قبل تا کجا تا منفی لایتنوی از سه به بعد تا کجا تا مثبت لایتنوی پس جواب ما و شما به این شکل میشه دقت کنید جواب ما و شما ما یک محور بکشم در اینجا برات که بتونی یعنی محور ما و شماست این صفر است یک دو سه چهار منفی یک منفی دو منفی سه منفی چهار منفی پنج این صفر باشد یک دو سه چهار منفی یک منفی دو منفی, دو منفی سه منفی چار خب جواب ما شما چی گفته؟ گفته از سه به بعد در این از سه و از منفی سه به قبل در اینجا سه است پس چی میشه؟ سر پیدا میکنی یک تا چی میمانی؟ دایره رو از میمونی دایره پر میکنه یا سیاه میکنه یا نه؟ چون مفایی نداره سیاه نمیکنی سه است پس به بعدش میشه دایور و از منفی سه به قبلش منفی سه هم نمی نمیکنه چون مساوی نداره سهیست پس این میشه سای جواب ما و شما این اگه به شکل انتروال نویشته کنیم چی میشه جواب ما و شما میشه از چه از منفی لایتنایی تا منفی سه گفته گفتم دیگه همیشه از چپ براست باید نوشته کنیم انتروال سهیست از منفی لایتنایی تا منفی سه پس از منفی لایت لایتنایی همیشه باز بود سهیست تا منفی سه که منفی خود شامل نیست چون مساوی نداره اتحادش چون دو تا دو تا دو تا صاحب جواب باید بینش با اتحاد بگیریم سه اتحادش از سه باز تا مثبت لای تناهی از سه تا مثبت لای تناهی سه پس صاحب جواب به شکل ما شما به شکل انتروال بتونیم نوشته کنیم پس با خاطر ما علامت تبدیل که کوچکتر و بزرگتر کردیم که به شکل به شکل اتحاد شوه و شما ببینید که به شکل اتحاد ما بتونیم نوشته کنیم درست است شاگرده عزیز؟ پس ای هم از یک سوال دیگه کار کردیم که چی بود که نامساعد اصلی رو ما با ما شما داده نشد ما این یک بار انتقال دادیم مخرج مشترک گرفتیم و این شد نامساعد اصلی بعد مراحل پیش رفتیم و سوال کار کردیم درست است شاگرده عزیز؟ شاگرده عزیز و گرامی پس نامساوات کسری را هم کار کرده و دیدیم که روش حل نامساوات کسری چی است تعیین اشاره همون سه مرحله را که بر نوشته در سر تخته دیدی دیگه نه امور پیش میری و نامساوات کار میشه خب اما شاگردای عزیز و گرامی کارخانگی تمرین های صفحه چند 166 کتاب باید حل کنید و به ما روان کنید از طریق واتساپ نمبرشم نمبر شم 780 255 413. شاگرده عزیز و گرامی پایان درس ششم از فصل ششم خب عزیزان مانده نباشین بخیر باشین وقت خوش شما رو به الله پاک و مهربان می سپارم